هرات را در تاریخ معاصر افغانستان به نام کلید کابل همچنان یاد کردند. جادار کلش به خاطر خود دی طرف میگشتیم میگفت باشی آدم و پیدا کنم باید که چون صاحبه کنم. اینا دیگه معلوم نیست از کدی دوره هست. شاید 1000 سال باشه، 500 سال. پیسه او دو شیر داشید، او پیسه کرام میشه یا خرموره میخره یا مرموره. حتی شما در گوشتان هم یک چیز داریم. باور دیگه ما دیگه ملنگای درویشه خدای ما دیگه. سندلوس ای تقریبا از یک نو درخت اینا به وجود میه. 40000 قیمت اینا. یک روغن بخوره قیمت ازی میه به 5000 2000 افغانی. دی دنیا کی چیز درخت کار داری بر روی زمین. پور خداوند سنگ آفریده. او که ما رو خل نمود در امیدم تا نظر بنده مفلوک حریص وای ندوانم نوبتم. سلام، وقت شما عزیزان بخیر. من همایون افغان هستم و شما را خوش آمدید میگم به دیدن گزارش امشب. اینجا هرات است، یک بخش مهم افغانستان امروز، همچنان یک پارچی عظیم خراسان و سرزمینی که علم و ادب به گونه معیاریش اینجا تجربه شده. هرات را در تاریخ معاصر افغانستان به نام کلید کابل همچنان یاد کردند. در مورد هرات گفتنیای زیاد است. نه مطالعه دارم زیاد، نه معلومات کافی در مورد اندک معلومات دارم، اما حیف هرات که من در موردش گپ بزنم. یعنی از توانایی من بالاتر از آنچه که باید در مورد هرات و هراتیان گفته شود. هرات و هراتیان یک گپ بسیار باریکی دارد. من تلاش میکنم در این روزا هرات را نشان بدم بر شما، بخشای از شهر هرات را نشان بدم، ولسوالی های مهم هرات را نشان بدم، آنچه جنبی اجتماعی داره در هرات و امروز مردم با او دست و پنجه نرم میکنن، چه پدیده های مثبت است چه پدیده های منفی است. کوشش میکنم در گزارش های چند روزی که من در هرات و مهمان هراتیان هستم تصویر بسازم و به دست نشر بسپارم. یک بخش مهم از شهر هرات امی جاده است. در حقیقت ما کابلیان کمتر جاده میگیم چون این جای را میگیم کوچه. این کوچه، این سرک یا این جاده در یک بخش از
در بخش جنوب مسجد جامع هرات رخ داده. یک بخش مهم بر دستفروش‌ها است و بخش مهم بر کسانی هستند که یک عمر در هرات زندگی کردند و امروز در هرات نیستند. و جالبتر از همه این که کسی که لونگی داره، کسی که مولوی است، کسی که کودک است و یا جوان است به مود روز امروز، زیادشون مرا میشناسند و این برای من بسیار زیاد خوشایند است. شما دو نفرم که از کنار ما تیر شد اسم مرا گرفت، گفتن اومای جان خوب هستن، و این معناست که در هرات همچنان گزارش های مرا مردم تا جای بیننده هستند. خب در بخش جنوبی مسجد جامع هرات قرار داریم. او طرف دروازه خشک دست راست ماست و به دست چپ ما چوک سینما است که یک تا سینما گفته میشه در هرات بود که در این چوک سینما موقعیت داشت، اما حال دیگه سینمای نیست. بیاین که در این بخش لیلامی فروشی ها، دست فروش ها، تسبیح فروش ها، انگشتر فروش ها، دانه های قیمتی و موره های متفاوتی که مردم در انگشتر به خاطر تزئین گردن، به خاطر تزئین دستا که دستبند جور میکنن، این چیزا در این بخش به فروش میرسن و بیشتر این کارا مربوط میشه به مردان کهنسال که تجربه کافی در بخش شناسایی انگشتر دارن، معلومات کافی در مورد دانه های قیمتی دارن، معلومات کافی در مورد موره ها و دستبند ها و گردن بند ها و امثال این چیزها معلومات کافی همی کهنسالا دارن. همی کهنسالا به همی کارا بیشتر میپردازن، خرید و فروش مربوط از اینا میشن. مانند این که شما در سر چوک کابل خوصن در گوشه و کنار مسجد پل خشتی رفته باشین، همی مردم میشینن امثال از اونا یا امثال پیش مسجد پل خشتی ما در کنار مسجد جامع هرات داریم. بیاین که بریم. با وجود که ما در شهر هرات هستیم، یک پروانی را یافتیم اینجا. کسی که از ولایت پروان 20 سال پیش آمده، 20 سال از در هرات زندگی میکنه. اینا حتما گپای خوبی دارن در مورد این که چرا 20 سال در هرات زندگی میکنه و خانه و کاشانه خود را در پروان مانده. افغانستان کشور و یا خانه مشترک تمام افغان هاست، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، این فرق نمی کنه. اما باز هم اونجا قریه و زمین و زمینداریشان بوده. مانده نباشین، خسته نباشین، اول خدا معرفی بکنین بر ما. خب خواست انشاءالله، خیر است. ما مصور هستم، رحیمی تخلص میکنم. در اصل ما از پروان هستیم دیگه، یک مدت 20 سال میشه در هرات زندگی میکنیم. مصور پیشتر بر ما قصه کرد، خیلی جالب قصه کرد که چطور خبر شده ما هرات آمدیم. میخوایم امور قصه بکنه با شما شریک بسازه. ما از ما کس در ترمینال یک از برادرای موج نمایندگی داره. دیشب خانه آمد، گفت اماین ندیدم در ترمینال، اماین ندیدم. گفتم کدام اماین؟ ما یک قومه هم داریم به نام اماین و اماین جان افغان. فی یک ما چون کدام جنس داشت روان میکرد طرف کابل. از صبح ما از رای پانتین میامدم، به ترسکیل دارم. گفتم به این چه داره؟ کلش به خاطر خود دی طرف میگشتم، میگفت باشی آدم و پیدا کنم باید کتشون صاحبه کنم. دیشب خبر شده که من در هرات هستم،
امرون زین از پنتون برآمده تمام جاده‌های هرات پوریده تا ما را پیدا می‌کنیم. برنامه ما را می‌بینین؟ برنامه تا هر شب تعقیب می‌کنم. حتی ما پلان داریم، چند وقت بعد پلان داشتم کابل بیایم، گفتم یادم باید 100% یکی خود تک ما فیزیونا گفتم باید 100% یارو ما پیدا کنیم یک دیدن بکنیم. بسیار تشکر. شما 20 سال از هرات زندگی می‌کنید؟ بله. چطور پروانه علاقه دارین اومدین اینجا؟ دیگه تو راست که همو قدیم دیگه چون اوجا اوزام گپاکو بود. یگام گپا بود. اوزا مناسب نبود و وقتی هم که رات آمدیم چون همی مردم و همی خود شهری ها هم پدرم یا خوب خوش کردن با همون خاطر گفتیم دیگه ما خونه میریم از جان. حتی چند وقت پیش ما برای یک 5 سال پیش برای یک 7 ما کابل کوچ کردیم رفتیم منطقه هیچ سرما خوش نچسبید پس دوباره مجبور شدیم بیاییم پس دوباره کوچ آوردیم شکر خدا خوب شهر است خوب مردم است آبادی است پاکی است صفایی است ما راضی هستیم از مردم تشکر مصور جان سلامت باشی سلامت باشین ما بگردم امروی وطندارا که قصب فرمان بخیر باشی سلامت باشی سلامت باشی تشکر هنوزم بیننده گزارش ویژه محسن بیشتر یادم دیدین که با چه مهارت خاص یک تسبیح درست کرد تسبیح هایی که سلام با شما شما خوب هستین سلام با شما خوب هستین خوش آمدید بیشتر من متوجه بودم که با چه ظرافت شما تسبیح جور کردید؟ بله یا تسبیح جور میکنم نه کدام ماشین در کار است؟ هیچ چیزی در کار نیست؟ کار دست ظرافت دستای شما؟ بله یا بله چند دانه موره داره؟ این 99 دانه است 99 اسم خداوند دانه است؟ بله یا 99 شما در چند دقیقه یک دانه تسبیحی که 99 دانه موره داره را درست میکنید؟ 20 دقیقه جور میکنید نه 20 دقیقه؟ بله یا نخو پا پلک میکنید نخ هست؟ بله یا اینو شملیش؟ بله یا کار دست هم اینیوم مس است بله مس و موره مس و موره را میکس میکنین با هم چقدر مقبول نقش و نگار کردن با هم بله کار دست چند سال از تجربه کاری در این برج دارین 15 سال میشه 15 سال بله آفرین از چیزای قدیمی چی دارین قدیمی دیگه این مورو هست سکو هست سکوی دوری کی است شما چند زایشو هست دوچو هست بیرین شما بفرمایید تصویر بگیرید 13 در سال 1381 چاپ شده ای این 50 یادت است یادتون است نوشته است 15 افغانی یا 5 افغانی جالب است و این چند افغانی است بریم باشیم بریم یا 2 افغانی است اینا سکا زیرخاکی میسیه زیرخاکی میسیه؟ بله ها بله ها اینا تقریبا افغانی هست؟ سال بشه بله اینا دیگه معلوم نیست از کدی دوره هست شاید هزار سال بشه 500 سال هزار سال هم بشه واقعا نه هزار سال خو نخواد چه و اگر هزار سال میشت حالا ارزش از این بسار جات بالا میبود بعد خراب شده نقشه اینا برفته اما خاطر شناسایی نمیشه آه شناسایی نمیشه یعنی باز شناسایی میشه بشکسته سکانه سکا اینو کلمه اینو سکا اسلامیه یک شما ببینین خیلی جالب است بفرمایین بگیرین اینو شما بگیرین و اینجا چیز جالبتر از او این سنگا مربوط به هرات هست شما بشینین تشکر سنگا مربوط هرات بله مربوط هرات میشه اینو سنگ سنگ چی؟ دور را یه خاک دور را یه خاکه بله یا یا مربوط هرات هست؟ حقیقه کبود که حقیقه کبوده بله یا آفرین این مجسم اینا مجسمه بله یا این ساخته شده در هرات؟ بله نه اینا ماشینیه خب ماشینی هست بله اینا کار دست نیست؟ نه کار دست میاد نفرین بفرمایید این تسبیح هم شما ساختین؟ نه اینا معمولیه اینا چیز خاصی نیه کارتون خوب است؟ شکر رضی است یک چیز جور میشه شب روز بگذره؟ آه الحمدلله نامتان؟ غلام رسول غلام رسول جان اصلا باشنده هرات هستی؟ بله هراتی اصلی؟ اصلی هراتیم بله تشکر از شما بشینید چای بیارم دفعه بعد باز میایم بخیر چاش میمون باشین بشینین زنده باشین یه خوشحال میشین تشکر از شما زنده باشین ز
سلام با شما. چیال دارین؟ سلامت باشین. رویتان ایدره بگیرین مردم بشناسن شما را. اسمتان را بگوین؟ امین الله. امین الله هراتی. بله، دنجا را خوب هستم. بسیار خوش آمدیم بایره. سلامت باشین. چه کاروبار، چه مصروفیت امین الله جان؟ از ما که هست انگشتر فیروزه و یاقوت و اینا که هست از ایران میارن. دیگه اونجا دکون ما که هست اون دفروشیه. گفتم عمده فروش. بله، اون دفروشی انگشتر و اینا گفتم تشریف اگه بیارن به دکون ما می. اما تو آرا مرا ما این مردم دیده پیش شما میگه. بسیار تشکر. درست است؟ زنده باشید. برین خدا حفظتان ببینیم. موفق باشید. و این ماما از کجا اومده و این استایل مربوط به کجا؟ سلام با شما. سلام شما خوب بخیر باشید. بخیر. تشکر. از کجا اومدین؟ از بادغیس اومدم. کوکچایل. شما بچه بادغیس هستید؟ بله آقا. مرکز بادغیس کجا میشه؟ آبکمری. بجام قلینو آبکمری. قلینو میشه. بله بله. چی گپاس بادغیس؟ آرامی قرارش کنید. میگی دولت های گذشته هیچ خدمت نکردن به بادغیس، راست است؟ بله آقا. شهر جور نشده؟ نه. خدا مهربان است از این پس جور شده؟ انشاءالله. قراری امنیت است، خوبه. امنیت خوب است؟ بله آقا، خیلی خوب. اقتصاد چطور است؟ اقتصاد خیلی، انشاءالله خوب میشه. خوب میشه جور؟ بله آقا، انشاءالله. شما چه مصرفیت دارین؟ کار. کار؟ دیقانی مالداری هست. دیقانی و مالداری؟ بله آقا. بادغیس ها؟ بله آقا، کمری. بادغیس چند ولسوالی داره، خبر دارین شما؟ تقریبا شاید 6-7 ولسوالی داشته باشه. این ولسوالی های بادغیس نام بگیرین چند تایشو بر ما؟ او تو معلومات نداره، مرغاب هست و نیکندی هست و کجا. بالا مرغاب که زیاد جنگ بود. حالا آرامیه شکر. حالا آرامی. بله آقا. بسیار خوب. تشکر از شما. خیر بین، تشکر باشه. خداحافظ شما باشه. سلامت. سلامت باشین. میریم به پیش. چی هست رس؟ اینا هم یه عقیقا شجر ایرات هست، اینا ما انگوشتر جور میکنیم، نگین تراش میدیم. آفرین. بله ها، اینا هم یه عقیقا شجر ایرات هست. یعنی یه هم سنگ ایرات هست، سکر کنی چیز چه زر نقش داره اینا. یکی خود سنگ های ایرات مقبول هست، دیگه امی ظرافت دستای شما بسیار مهم هست. اینا سنگ تراش دارین، سنگ میدیم بریم نگین جور میکنه. موفق باشین. بشین چاشته، خوشحال شد. تشکر. سلامت باشین. کاکا چی سودا میکنین شما؟ این سنگ چی است؟ زهر موره. سنگ چی؟ زهر موره. زهر موره. این چی فایده داره؟ برای خانمان خوبه دیگه، برای کوخ و اقرب و این این اگر به دست خود بکنیم با چی فایده داره؟ دیگه فایده شدی و نشید منم گرم مقصد دوش فایده داره بیدونی فایده بفرمایید سنگ وی خدایی شما بین سلام بر شما چال دارین کاکا قراری است کباسته شکر من پیشتر گفتم که امیریش سفیده زیاد شوقی زمین گپا هستن والا ارمی ها موره است موره را همین بچه هایی که نو جوان بشه در گردن خود میکنه یک تعدادش پاچه ها را بر بزنه یک تعدادش هم برابر را میره یک تعداد پاچه بلند ها موره گردن میکنه یک تعداد هم پاچه پایین ها پایین ها دیگه باز یکار دیگه که کاری کنه را که میکنه میگه این سنگ نواز یا کنم مگه زمینه که خدا هست کده این سنگ بوده یا نه یا نبوده بوده این آن اونمون نفره که نمی سنگ جور کده که حساب کنه او خود مرده بابا وجدادش پینجا پشت این نیره که نو جور کده این خلیفه تا بال زنده است نمرده نه ای از او خاطر این سنگ نواز اوی که کنه است بابا وجداد از او مرده اون از او خاطر او کنه قیمت داره این نوکی اگر سنگ امو سنگ است فرق بینش نو کنه است امو خلیفه که جور کده او نو است اوی که خلیفه که مرده او کنه است یک چیز را شما چند سالت با موره سر کار دارید؟ والا کم میشه یک 35 سال میشه از دوران پل سوخته او پل سوخته؟ آه ما که یک خبرنگارا کردیم مصاحبه کردیم که فهمی مردمایی که سدس فروش است در گوره که بره تا که سر پل سوخته نوی کلش معتاد است خانه ما چپه شد حالا اینجا نو در ایراد کجا آمدیم ایراد کجا آمدیم؟ آه والا روزگار ایجا خوب پیش میره یا در کابل؟ والا در کابل خوب پایتخت است اونجا نو نفر زیاف است هر جای که نفر باشه کار جور است اینان اونجا خانه چپه شد یک چند ماره در گلوی متوقلا کشتیم از اینجا باز اینجا کجا آمدیم خب میگن یک موره است به نام مهر موره یا میر موره مهر موره است سه رقم است یکی مهر موره تایگر است که از پاکستان میه
یکیش مرموره دریایی است که از بحر جور میشه، یکی دیگه شه دیرات به نام موره چی میگه. یک موره است یعنی ازمی است که باشه خوب یک نام این از همسایید کمک بی کاکا اگه یادش باشه. موره میرک میگه، موره میرک همی دانش در دقندار است، همی درخت های عالمی میرموره میگه وقت پیشت باشه هر کار داشته باشی و کارت حل میشه. اینه میگه پاک کلش دروغ است، بخاطر بازی دادن مردم است. همی جوان ها میگه میگه بلا ما فلرنی دخته یک میرموره نداری، موره میرک نداری. اینه می چیزا رو میگه میخره باز آخر رو پیش یک ملا میبره، خودش کلمه خدا یاد نداره. ما میگه برو جور شد، جور شد میگه، جور شد اگر نه هیچ هیچ آنو بتر بشه خوب نمیشه، بتر بشه خوب نمیشه. امو دختر که از اون پیش سلام میداد بعد از اون یک سلام هم نمیتونی خدا میگردانه به خاطر اینکه نیت فریب ها، فریب و بازی است، فریب و بازی هستن. مقصد پیسه مردم بگیره اصلا خی. پس از ایباد به این میرموره و ایگه پا هیچ باورمند نبود. نه 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 ایگه پا کلش دروغ است، یکان تو خرموره رو میخره چند خریده اب ده هزار بیست هزار پیسه او دو شیر داشید او پیسه کرام میشه یا خرموره میخره یا میرموره. باز یک چیز دیگه هم برمه گفتن خرموره زمانی که امی خر چی میگن چی میکنن زمان زایمان خر میگه دمی دان چوچه خر یک موره میباشه، اگر زود کده گرفتیش خوب نگرفتیش قرط میکنه. این خوی آزاز دیگه او بدنم خر چی باشه که مورهش باشه. اونم آدم که خر شد خر موره رو میخره، آدم جور خو نمیخره، آدم خر موره میخره دیگه، آدم جور خر موره نمیخره دیگه. از این قصه خصای مفت بوده، خودش مفت است، مقصد بازی دادن مردم است، بازی دادن مردم. نام شما؟ غلام علی. اینی سنگ ها کس از غوریان است، این سنگ های اصلی است، اینی سنگ چینایی است. اینه از چین قدر داره مردم میخره، این که سنگ افغانستان است نمیخره. ای ما یک عمر از خودکش بیگانه پرور بود. زنده باشی، خیر میبینید. تشکر از شما، قسمت باشه که باز بخیر در پل سوخته ببینیم، مگم در سر پل سوخته نه زیر پل سوخته. زنده باشی، خیر میبینید شما را با چشم. با امان خدا بیاین که بریم. کاکا شما گفتین که سر و کارتون با موره نیست. ما سر کار انگشتر هم میکنیم دیگه، یعنی نقره است و داره نمی چیزا. شما در کدام منطقه افغانستان تجربه کاری در این بخش دارین؟ ما همینجا سه ما از مسابق ما چستونم. بچه چاردیستی؟ بله، از مسجد قندی، مسجد ماست. همین پنج سال میشه که ما آمدیم همینجا. چطور چل ستون هم ماندین آمدین اینجا؟ کارهای خداونده دیگه، خدا جان کرده. اولادا رو گرفته آمدین؟ بله سبا کرده، کچ میشه آمدین. پیشتر هم یک بچه های که دیدم اونا گفتن که ما از پروان آمدیم مصور و اینا میگن که ما از پل سوخته آمدیم. بله. شما این از چل ستون آمدین؟ چل ستون آمدیم مصور. برین که دشت پدولا هم جور میشه. مامو وقتی که ما بودیم نقشه و نقشه بازی شده، باز ما پنج سال میشه که ما اینجا آمده. زیاد وقت نمیشه خیلی؟ نه پنج سال میشه. نام شما چیست؟ نام ما فضل الله. فضل الله. اینه ما هم از کوتش سنگی آمدیم. خب خیلی خوب. اینه ما شما بیخی دیگه همسایه بودیم. برادر موسیم دیگه. خدا تشکر. با من خدا. با من خدا. خیلی ببینید شما. راست از دیگه. سلام با شما. سلام بر همه. معلومات کی زیادتر از زبین شما؟ هر کس بنداره تمام میگن امی صوفی که اینجا ششته اینا تجربه زیادتر دارن، راست است؟ اینان چی گد داره کاکا؟ اینا روغنی است. آنه نان روغنی است؟ بله. چند است یک پارچهش؟ اینا در پیار کدام در پیار؟ نه چرا زرد میزنه؟ اینا زرچوبه میزنه. زرچوبه میزنه. دیگه چیز هم داره؟ روغن. روغن داره، شکر داره. خب شکر هم داره. بله. کنجد هم داره. کنجد هم داره. بله. یک دونه نان چند است؟
یا امی یا نانا اینا دونونا است خو نم یعنی جوره ای ما میگه جوره ای آفرین ای چند است اینا 20 روپیه است 20 روپیه است نه عدف ما اونم نان زرد که بود او چند است او هم 20 روپیه است یک دانه ایش بله خب بزینال ده او شکر و زردچوبه و روغن شما اضافه کردین تاوان نمیکنین تاوان نمیکنیم یک 2 روپیه میمانه خدا شکر راضی هستیم از خداوند عالم باید بسازیم دیگه اینا که نمیشه که برادر بگیم که 5 روپیه بخوری دیگه قهر خدا میاد از کجا اومدین هرات هرات ما 33 سال میشه در هرات هست از قطغن اومدین ها از مزار شریف بچه مزار هستین ها مزاریا که باز در پختن این رقم نانا مهارت دارن باید دیگه کوشش کنیم دیگه حتما خوب قابلیان پخته میشه ان شاء الله ها دیگه از کجای مزار اومدین از اولسوالی اخچا آ این مزار اخچا خو مربوط شبرغان میشه باز بعد بین ما مردی میگه مزار خب شما مزار ها دیگه از ولایت مزار دیگه هم جوار چی داشت دیگه فامیل هم اینجا است فامیل بله ها اینجا است نام شما نام محمد حسن اسد حسن حسن کاکا حسن کاکا حسن آخچایی آه بله تشکر زنده باشین زنده باشین آجی صاحب سلام باش که شما را بر ما معرفی کردن چی شد آجی صاحب گفتین؟ جان خوب هستین انشاءالله سلامت باشی خدا یار چای مومیت آمده نوش جانتان چایتان نام خدا همی استایلتان متفاوت است نسبت به همگی بله حتی شما در گوشتان هم یک چیز دارین باور دیگه ما دیگه ملنگای درویشای خدای ما دیگه درویش از قندار آمده جان بله بله 15 سال میشکم اینجا از کدام منطقه قندار از این چاونه یا ایجان آمده باور به خودم شهر قنداریم پیش زمانه پیش ما بودیم از ارغنداو 50 سال میش که ما آمدیم در شهر آمدیم شهر قندار و چند سال میشه هرات آمدیم؟ 15 سال میشه شما از جمع درویش ها هست جهاد بله درویش یعنی فقیر بله بله ملنگ ملنگ خاکی و یک دونه تسبیح دارین بگردن تان یک چیز دیگه هم هست که چیز نوشته دارن این نوشته داره ای آیات قرآن هم و به انگشتایتان هم 5 انگشت دارین در 4 انگشت شما انگشتر دارین بله ها بله در باری از این کم معلومات بتین چگونه هست این دانه ها فیروزه این فیروزی ایران به حساب نیشابور یم که هست زمرد پنشیر زمرد پنشیر پس قیمتی است و انگشترتان نه این تو قیمت نداری این قیمت زیاد باشه دو نیم هزار دو نیم هزار افغانی؟ دو نیم هزار افغانی هن خورده اجازه هست ببینم؟ آه چرا نه خورده این فیروزه واز است ما میکم در مورد زمرد مهارت پیدا کردیم در مورد شناساییش این واز است فیروزه باش بردم بخش بسک ببخشین میگن زمرد که جری نداشته باشه باز او قیمتی است نه مگرم یکی خرد است سیاهی هم داره در سفید هم از رنگش جری داره زمرد که صاف باشه جری نداشته باشه چال داره؟ جال به اون خاطر است که میگن نرخش کم است اگر این زمرد اصلی باشه به 2500 دلار هم نمیتونین بگیرین باورت بیا خوردن خورد خوب رنگ داشته باشن هستن این سفید است رنگش درست سفید سنگ سبز نه سفید سنگ شما انگشترای فیروزه نظر بردار است باورت بیا میگن شما به خاطر فیروزه زیاد استفاده کردین به انگشتایتون که نظر نشین نه او نیه ولی که فیروزه خوبه اما نام خدا خوب یک سر و صورت هم داره آل کی رقم هستین در جوانی ها چه قسم بودین؟ چی شان و شوکت داشت؟ بس دیگه جوانی تیر میشه دیگه اما کاکی منطقه بودین اتما بعض بچه های جوان میباشن این در منطقه آنه بس دی جوانیه دیگه جوانیه فامیدی حال خو میبینین پیرمرد شدیم ما جوانی هم بهاری بود و بگذر بگذشتم اتر رست یک اعتبار بودن؟ بله با می موره و انگشتر چند سال سر کار دارین؟ یار امکان دار نزدیکی 45-50 سال میشه اوه ماش خورتگی از سن ده سالگی
حتما پدرتون هم مصروف چون این کار. آفره خدا پدر و مادرتون بیمان. کسم پدریست؟ یک کسم پدری. پدرم اون زمانه با زندستان میرفت دیگه، یعنی کاروبارش بود. فعلا بر ما میراث مانده. تسبیح اصلی که شما همیشه به جیب دارین استفاده میکنین همین تسبیح است؟ نه نه، تسبیحش هم مقصود خوب تسبیح است. شاه مقصود یک سنگ از در اصل؟ بله بله، از قندار زیارت هم. یک عبدالرؤوف قنداری هم گفته بود؟ نه، پدر قیس الفت گفته بود شاه مقصود یک چیزه که بود، یک شعر بود، یادم رفت. نه نه، شاه مقصود که است به حساب چیزه سوانه و کلگیش است همونیش که چند تقریبا امکان داره 600-700 سال شو که زیارت همونجیه. زیارت هست؟ آنه، زیارت شما مقصود. و سنگ شما مقصود آمد؟ سنگ مون به نام اموی هم. نام مکمل شما چی هست؟ نام ما محمد تغی درویش. محمد؟ تغی درویش. تغییر؟ تغییر. ته غین دبل یا ری؟ تغییر یعنی؟ نه، تغی. تغی؟ خیلی تقی هست؟ تقی آنه نه. آه، تقی صحیح. محمد تغی درویش هم. بسیار تشکر از شما درویش صاحب. خوش شدیم امرایتون معرفی. سلامت. خداحافظ شما باشه. تشکر. بریم با پیش. یک دقیقه. سلام با شما. سلام علیکم. علیکم. شما کراچی دارید؟ بله. ها ها. اینه می کار وظیفه عروض؟ همین کار وظیفه عروض مانه تقریبا از وقت اول کرده تا بول همین کسب و کار با همین کراچی بانه. بره کار خدا فستان. من مزایم نمیشم. خواهش میکنم. تشکر از شما. چقدر آدم خوش برخورده بودن. او طرف میریم. ای جو مامو گپا. سلام. باشین که ما بوتا را بکشم. چقدر ایجا از این دانه ها دانه های قیمتی فروخته میشه؟ سلام. ایجا خوی بخیر. سلام بر شما. سلام علیکم. باشم بده خیر هستم برادر. قراری است؟ شکر الحمدلله. زنده باشین. با شما گپ بزنیم به نمایندگی درست است؟ یا با اینا گپ بزنیم؟ نه بازم بفرمایین. اوجه نشینیم سعیست. خو شما تسبیح زیاد دارین، هر کدام از این کدام ویژگی داره؟ بله بله بله، تسبیح شما مقصود تسبیح سندلوس، تسبیح عقیق، دیگه 4-5 نو تسبیح داریم ما. همین 4-5 نو تسبیح رو به ما نشان بتین. این تسبیح که است، اما اینجا این تسبیح سندلوس هست. چیست نه؟ سندلوس. سندلوس، این موری کجاست؟ این سندلوس ای تقریبا از یک نو درخت اینا به وجود میاد. از یک نو درخت ما ایراد میگم اینا شمل درخت یک رقم است، اینا به وجود میاد. اینا که کنه بشه باز قیمت از اینا خیلی بالا میره. اینا که هرچی دست چیش اینا خیلی بالا میره. او این دانه جمع کردن از جام آسان تر است یک ذره؟ بله، این شکل نرم نرم داره. آفرین. تسبیح دانه هایش میگن که از درخت به وجود میاد.
این تسبیک است شا مقصود شا مقصود می شا مقصود قندار مو شما نه بلیا خب این سنگ قندهار سنگ قندار بلیا شا مقصود این سنگ اینا همی ویژگی داره مثلا نو که باشه قیمت از اینا زغر زیاد نیه وقتی با مرور زمان اینا کنه که بشه خیلی ارزش داره سوراخایش خوب رو میشه واسه ببینیم بلیا خیلی اینا ارزش پیدا میکنه تسبیح حقیقه یوم حقیقه بله همه یقیق به نظر من زیاد جالب نیست به خاطر که جلا خورده زیاد اینا که هست اما اینجا اینا تسبیح زیتون میگه اینا زیتون؟ بله بله زیتون این چوب از در اصل چوب بله شاید چوب درخت زیتون باشه خیر بینیم از اون درخت زیتون اینا چوب اینا و شما زمرد هم دارید زمرد هم داریم بیشتر کار ما که هسته به ایراد از ما فیروزه فیروزه شاپوره ولی امی فیروزه شما فیروزه هم خیلیشان بتین بر ما بیاییم که امروز مورد سنگ زیاد بفهمیم یعنی فیروزه که هسته فیروزه نیشابوره اصلیه فیروزه نیشابور بله نیشابور اصلیه اینا که هسته ویژگی ها خاصی داره اینا سنگ زنده اینا مثلا اگه روغن بره مثلا نمیاله 40,000 قیمت اینا یا اگه روغن بخوره قیمت تزیمیه به 5,000 2,000 روغن؟ روغن اینا بخوره اینا چرب میشه چرب که بشه همون خاصیت بر راغ و بر راغیت خو اینا را دست میده وقتی دست بده همون قیمت جنس خو همون چیز خورم دست میده دیگه او بیدر باباشن چند است قیمتش؟ 40,000 قیمت. 40,000 قیمتش است. اگر روغن بچکه قیمتش میشه 5,000 افغانی. یعنی 35,000 با یک تماس گرفتن با روغن چربی 35,000 افغانی قیمتش کاهش پیدا میکنه. پس اگر این به انگشت ما باشه ما یک جای در ختم و خیرات و عروسی خبر باشیم پلاو نخوریم بایی؟ نه دیگه اگه پلاو بخوریم این دیگه باید روغن نخوریم اما ارزش خود از اسمی تا؟ ارزش خود از اسمی یه گپ خیلی جالب است بالا پس این سنگ چه سنگ است که با یک روغن 35,000 افغانی ارزش خود کم میتونه بله پس این سنگ سنگ نیست حالا یه نشابور اما اینجا سه کنیم نشابور رنگ باز به بسیار رول داره برای نشابور مثلا یک مدل است رنگ چمنی یکی است آبیه حالا شما نگاه کنیم ایش چقدر تفاوت داره این سبزگونه است سبزگونه بله بله یکی است آبیه این آبی که 40,000 افغانی قیمت شست با روغن تماس بگیره 35,000 افغانی قیمتش پایین میه و این انگشتر دیگه چگونه است؟ این انگشتر که هست بسیار چمنی میگه این چمنی میگن چمنی. سنگ کجاست؟ فیروزه چمنی هم نشابوره چمنیه باز قیمت از این نسبت به این کمتره باز این مثلا 8,000 افغانیه زیاد کم است کم است بله دیگه نگین زیاد هنی را که از زمرد پنشیر موشمانه این زمرد پنشیر موشمانه که از پنشیر دست میه اینا اینا باز به کشورا دیگه همسایه ما و شما اینا صادر میشه اینا زمرد پنشیر با به تمام دنیا دیگه باز شاید به جریان باشه خیلی ارزش داره بزنیم که ببینیم ما میگه اما قدر زمرد دارم اما بروز مبادا نگاه کدیم اوره در بین خود درز داره متوجه؟ بله بله این که هرچی شفافتر باشه دیگه با بیشتر قیمت ارزشش بالا بیشتر بله قیمت همی چند است؟ قیمت از این تقریبا 4,000 افغانی چند؟ 4,000 افغانی 4,000 افغانی ما کوچه انتیک فروشی کابل بعض اوقات میریم بله. باز گزارش که تهیه میکنن میگن بر ما که چی ویژگی ها باید این سنگ ها داشته کوچه که هست اما اینجا بیشتر فیروزه که زیرات میبره بیشتر همون دوستا که هست فیروزه ما بر از اینو میده برم کوچه فیروزه از اینجا میره کابل کابل میره بله اما شاید زمرد از کابل اینجا بیره زمرد از کابل ما میاد اون سنگ کتت چشم وره کس هم اون رو نشان بتونیم بر ما باباغوریه اما اینجا ای باباغوریه
بابا غوری سنگ ایر به عقیق در ذات خوب بفهمیدیم باز امو چشم و چی که داشته باشه بازی بابا غوری میگم سنگ عقیق عقیق بله ایر امو چشم و امو چیز از باز بابا غوری قیمت ازی پایین است قیمت ازی تقریبا 7000 7000 ای است ما اینجا نی باشته شجر غوریان ایراد که میگه شجر کمی ایراد داره سه کنه ایت درخت و چی داره داخل خو ایت منظره داره نه طبیعی خدایی هم داره دیدم میتونین چقدر جذاب است آفرین داخلش فکر میکنین یک باغ و باغچه است جذاب است چی نام داره این سنگ شجره شجر به نام غوریان ایراد میگه به نام غوریان شجر که هستم اینجا نزدیک سنگا به وجود میاد این سنگای که هست اینا تراش میخوره برای زمین گل و بوته و اینا که داره برای زمین سنگا به وجود میاد در داخل ایراد تراش میشه بله بله داخل ماشین خانه ها هست بله بله زیاده کلا همین کارا بیشتر به ایراد تراش میخوره اینا آفرین یک چیز دیگه هم برام بگوین من چند همراه چند نفر موی سفیدا صحبت کردم در مورد میرمورا و که چقدر حقیقت داره نداره این صحبت ها را کردن مگم شما در مورد فیروزه بگوین میگن فیروزه وقت انگشترش به دستان باشه هیچ کس نمیتونه شما را نظر بکنه و چشم بد تاثیر نداره چرا خم است؟ همونطور؟ سوچه است پاک است میگن فیروزه پاکه فیروزه که هست برای نظر و برای می کسی که مثلا چشم بد داره و برای ازی به دست مستقیم همو انگشتر نظر میشه هم فیروزه که به دست شما باشه مستقیم همو طرف که چی میکنه با شما صحبت میکنه مستقیم چشم به همو انگشتر میشه چشمش به انگشتر که میخوره اونمو جاست که نظرش باز خونسا میشه شما باور دارین به ایگر؟ والا فیروزه یک کار یک خاصیت دیگه هم داره باز ما با همی ایران که از فیروزه که از ایران میاره مردم ایران بیشتر با همی چی عقیده که مثلا فیروزه که موقعی که به دستتونه به بیشتر اول خدا به مفلسی میگه آدم زیاد نمیخوره فهمیدیم انسان میگه زیاد خدا فیروزه که هست جیبش پر میشه سیر معلوم میشه خودش احساس سیری میکنه احساس پر بودن سیری میکنه دیگر رقم خونهش تا فیروزه داشته باشیم جیب ما پر شوه خیلی یک فیروزه کلان بگیریم که جیب ما زیاد پر شوه پس از این بعد یک فرمول جدید اگر ما دیدیم به دست کس فیروزه بود باید باور داشته باشیم که پولدار است پولدار ولی بعضی فیروزه هست اما اینجا مثلا تا ما فیروزه داشتیم تا 3 لک 4 لک 3.5 لک 2.5 لک ما فیروزه داشتیم فیروزه کجا خوب شد؟ نیشابور به تمام دنیا حرف اول مثلا همین چیزی را که نشان دادین؟ بله همین این که هست نگاه کنیم من این فیروزه این نیشابور این مصره این فیروزه مصریه این نیشابوریه ما به افغانستان داریم چیزی که شما میگید؟ بله فیروزه هست به افغانستان اما فیروزه افغانستان به فیروزه نیشابور نمیرسه چون در کدام ولایت افغانستان از فیروزه؟ فیروزه افغانستان فکر کنم به لغمان هم داره، قندهار هم داره هرات چه نوع سنگا داره؟ هرات شجر داره شجر داره، عقیق داره دیگه فیروزه کم کم داره هرات دیگه خوبترین سنگ شجر است؟ شجره، بهترین سنگ هرات شجره شجر؟ شجر همی که به شما نشان دانم که درخت و چی داره اونم هست ها؟ بله اینا هم شجره سنگ شجره باز اینا که هست کیفیت پایینه هم اینجا کیفیت از اینا به زی خاطر پایینه وقتی نگاه میکنی همین درخت و چیز اینا کم داره اینا به چیز به کرایه نمیکنه که ما اینا رو چی کنیم تراش بدیم برای نگین درست کنیم ارزش نداره که زحمت بکشیم خیر بینیم تشکر امین خب نامتون فراموش شد امین الله اغیار امین الله جان بسیار زیاد تشکر خوش شدیم امرایتان هم صحبت شدیم انشالله که در برنامه های آینده اگر باز ایرات آمدیم شما رو ببینیم سلامت باشید. چاشت با ما میشینیم یک شروعی به شما درست کنیم. دفعه بعد باز میم یک چیز میخوریم. چی میگن؟ آفرین همی کچری. دیگه به زمستانه دیگه. کچری به ما گفتن ما بر ما کچری آوردن خانه یک دوست ما بودیم آقای مسا گفتیم همی کچری که بسیار کچری کچری میگن بیار باز همی برین با ماش آوردن ما ماش پلو میگیم بفهمیدیم اینا که از زیرات هم که هسته کشری درست میکنه با ماش درست میکنه کلن همی گوشت لند و کشری با ماش اینا یک جا درست میشه برای زمو کشری گوشت لند تشکر سلامت باشین سپاس از این که شما هستین تا این لحظه میریم بیرون بخیر
یکی از دکانهای دیگه هم شما ببینید چه چیزا در اینجا پیدا میشه، تسبیحا رو ببینید. اما این دکان میگن متفاوتر از همه جاست. السلام علیکم. خوب هستین انشالله؟ تشکر شما. ما امروز چند نفر ایر سفیدا صحبت کردیم در مورد از این چیزایی که شما دارین و به دکان هم رفتین. کدام تفاوت دکان شما داره؟ بله صاحب، اینجا چیزی که هست یک چیزی هیجانی است، چیزی معجزه که هست. خداوند در سنگ آفریده، نام الله نام محمد در سنگ ما داریم که مثلا چیزی معجزه که همیت سنگ باشه که مثلا طور ما بینش ببینی چیزی دیگه معجزه است. شجره مثلا درخت داریم، هر نوع درختی که تو کار داری در دنیا که چیز درخت کار داری بر روی زمین پورا خداوند در سنگ آفریده. چیزی بوته دریاب که است خداوند در سنگ آفریده. ما داریم یک نوع، دو نوع، صد نوع، هزار نوع، تانوز آخر نشده. چقدر که رنگ دریاب تو دیدی امو بوته رو بگو ما بر تو نشان بدم. چیزی درخت که در روی زمین میبینی خداوند در سنگ آمده، که در سنگ آمده بر تو ببینی. درخت خرما، درخت ناجو، درخت بید، هر درختی که تو میخوای ما داریم. از می سنگا ما میکشه، می سنگا یا جانیس غیبی پیدا میشه. مثلا یک سنگ تو ببینی اتی گرا اخلاص، یا یک سنگ ببینی که مثلا داخلش یک چیز است بیرونش دیگه چیز. یک چیز معجزه یا جالبه که گفتین بر ما نشان بتین. یک سنگ است که سکو به قدرت خداوند اولی هیچ چیز نداره. این در روی زمین افتیدگی هیچ تو بر تو معلوم نمیشه، مگر یک وقت که میده شوه یا چی یک چیزی دیگه به قدرت خداوند از بیرون میشه. دهی یا خود میایه، زمرود میایه، بیروج میایه، لال میایه، الماس میایه که خداوند بر تو داده باشه بر تو میده. یک چیزی معجزه است، یا جانی در بابین سنگ خیر ببینی. راست جامی جالب تر است ببینیم. آقا بل شجر رو ازیر. شما در یک جای اگر این قسم در یک زمین باشه یا دریا باشه یا در یک کوه باشه، شما این قسم سنگ ببینید چی فکر میکنین؟ میگین سنگ است، اما راستی ها مینه ببینین شما سنگ داخل سنگ شکل سوراخ داره. اما انجینر سه مال ایده تشریح میتوم یک کائنات خداوند ببینه که این سنگ سه که هیچ معلوم نمیشه روی زمین، مگر یک وقتی که این میده شد و داخل شک دیگه یک معجزه خداوند، دیگه یک چیزی باشه که در هر طرف درختش نام الله نام محمد یک کلمه جور میشه. این درخت تصویر میگه حقیق شجر. این سگو درخت شجر. مگم کل کمالا و راستی پی شما بود. سبحان الله، شما میتونی که بیای مثلا ای حقیق از اینمی شجر، ای شجر هر رقم بوده که شما کار داشته باشی به قدرت خداوند در ای هست، از این تولید میشه، از اینمی سنگ مابین میبره از قدرت خداوند. ایره میگه نام از این در عربی همه در شجر معنی درخت میده، هر نوع درخت، هر نوع بوته، هر نوع چیزی. بازیر میگه سنگ دریابی، شجر دریابی که هر نوع بوته سنگ از امو بوته او گرفته شده به قدرت خداوند. ایره میگه جسفر، ایره سکو هر نوع بوته هوا که شما کرداشته باشی نظر پرتی به قدرت خداوند نشده. ای سنگ کل افغانستان. ایره سکو ایره میگه جسفر هر نوع بوته رنگ او داشته باشی. این میگه شجر بوته دریابی، هر نوع بوته، هر نوع چیزی که مثلا باشه تو در سنگ میبینی. یعنی دیگه کسا اگر ببینه فکر میکنن پلاستیکی است، اما در اصل این سنگ است. افغانستان از به قدرت خداوند پیسی از زیر دنیا از زیر کسی پورا کرده نمیتونه. افغانستان ما شما کس در غنی شکو، مگر کسی از استفاده کنه، استفاده بکنه و بفهمه از این می سنگ لکها لکها پیسه چی. یک سنگ ما تو مثلا با کروڑ کروڑ ارزش داره، با کروڑ کروڑ. این سنگ نام الله سکو، یا الله از این سنگ ما میکشیم،
قدرت خداوند. ایرا دوستا شما دقیق ببینین، نوشته است الله. ای درخت ناجو که زمین درخت روی زمین گرفته شده، این مثلا به قدرت خداوند خودش به قدرت خود جور کرده. سبحان الله. اینا میگه درخت خرما که از اینمی سنگم همه کشیم، درخت خرما که هر کس ببینه باید خرما باش، دیگه چیز نداشته باش. کاملا طبیعی. کاملا طبیعی به قدرت خداوند ساخته شده. هر درختی که ما برد گفتم علی چه خبر تو نشان بتم، یک اما با امو سنگ کلان یک بار دیگه نشان بتیم. این درخت خرما ای با قدرت خداوند است، د سنگ ما بین سنگ خداوند آفریده به قدرت. عملاً یک باغچه و زیاد آمد. کی رکسش بگیری رو جور کنی، به عکس جور کنی، یک منظره خاص است. چون که شجر د دست معلوم نمیشه، شو شجر د عکسش بگیری با روی عکس رو جور کنی که ببینی کی چی منظره است. ای با قدرت خداوند سنگ زرد بسیار توجه مرا جلب کرده. یک دفعه سبحان الله. یا بل تو تایم را وقت لزویا سنگ زرد یک وقت مثلا ما بینش بند بوده، به قدرت خداوند یک وقت میده کردیم که از ما ای چوکیش است به قدرت خداوند. این سنگ به این شکل بوده. این رقم سنگ ها رو شما حتما در یک جای دیدین، یا در دریا بوده یا در کوه بوده یا در یک جای حتما دیدین، مگر متوجه نشدین وقت سنگ میده میشه از زیر سنگ، از قاط سنگ چنین چیز ما برای کاملا رنگ آمیزی شده. این چکی از این خودش است، یک پارچه از امی هست. این نمی یک پارچه از این نمی است پدرم که مثلا این بسته بوده سبی سنگی بوده که هیچ کس نمی فهمیده که در این چیز این قلب خودش است که ما ایره مثلا میده کردیم. سنگ به این رقم بوده. ببینین هر طرف از این سنگ بوده به می شکل هر بخش که میبینین، اما یک رگ وجود داشته. وقت رگ از بین بردن دو پارچه شده، هر پارچه از یک زیبایی خاص سکوز درخت خورما دهی شاید دیگه درختم به قدرت خداوند باشه، چون که بیرونش از درونش هم شاید داشته باشه. همو تو خوب زیبایی، همو تو خوب زیبایی که چیزی که زیبایی است به قدرت خداوند در سنگ است. چیزی زیبایی که از در سنگ است، چیزی معجزه ای که خداوند آمده در سنگ آمده، نام الله، نام محمد، هر کلمه قرآن حدیث شریف شما کار داری آمده. یک سکو ای به قدرت خداوند در دشت بیابان پیدا میشه یک انجیر، یک انجیر است که در دشت بیابان پیدا میشه به قدرت خداوند. شما سکو نشاید انجیر باشه. یک کبرا به قدرت خداوند در سنگ پیدا میشه. یک سکو به قدرت خداوند یک سنگی که در دریا نیست، در کوه است، در دشت و بیابان به قدرت خداوند پیدا شده. سکو یک مار کبرا که هیچ مثلا فرقش در چیزش، اندازش، در فرقش، در سرش، در هیچ چیزش انشاءالله فرق نیست. در حقیقت سنگ است. سنگ است به قدرت خداوند پیدا میشه. هست دیگه، تاریخ نداره، مجسمه کلا تاریخ نداره. میتونه که اگه آدم دستی هم جور کنه این سنگ شما زیبایش مجسمه کنی، این به قدرت خداوند که کتی او کار داره. وقتی که او سرش پاش بیتی مثلا او دا او تازه باشه یک چیز دیگه لیزت آدم میخه. شما مثلا بله سنگ سفید است، او را شفا سنگ میگه به قدرت خداوند در مغاره پیدا میشه، از بالا او میای از زیر به قدرت خداوند سنگ جور میشه. چی جور میشه؟ سنگ که یک وقتی از خوابا پیغمبرا در سلاخ داخل میشد، همی سنگ مو میکوبید، میده میکد، در سر زخم تیغ و شمشیر منداخت، در یک ساعت دو ساعت جور میشد. او را میگه سنگ شفا. او را نزدیک آورده میتونیم یا گرنگ؟ گرنگ است. کیلو 30 کیلو 40 کیلو شاید وزن داشته باشه. خدا هست خردش هست که شما نظر کنی ببینی اندازه کنی خردش بیار بچه جان. اینقدر سنگا را مردم براتون میاره؟ بله سبی پیدا میکنه، یک آدم در دشت بیابان پیدا میکنه برای ما میاره.
و اندازش بر از و معلوم است بر من معلوم است. چی میگی بچگکت است؟ بله مال خدا است سب. نم ده چی شدی؟ عزیز. عزیز. عزیز رحمان. عزیز رحمان. آفرین. ده پچو سر چیش کوی؟ چی ده خوریلی؟ لوبیا. نشستم. مجسم است. مگری از بالا آمیه زیر به قدرت خداوند در روی زمین سنگ جور میشه. یه مو آب منگدار شاید باشه. نه از بالا منگ نداره. ای به قدرت خداوند که امی جاو بریزه امی ترک کنه ای کتشرش میکنه از امی آو. ای ده 30 متر 40 متر 50 متر 100 متر 200 متر داخل مغاره میباشه. که ای هوای مغاره را داره هوای بیرون نداره. ای با قدرت خداوند سنگ شفا سنگ است میشه که اگر آدم یکم از این سنگ شما چی میسازین؟ ما این سنگ زینت است. همین قسم مردم میگیرن؟ یک وقت کسی فکر برش نمیکرد. علی بیت مثلا هم زینت جور شوه که ده مثلا یک گلخانه مانده شوه. یک زیر مایی مانده شوه. ده یک خانه رو خوب کلکسون جور کنی ده مابین کلکسون بانی. چون که این ثواب داره. ای با قدرت خود جور شده. خداوند جور کرده را با قدرت خود. تو صد هاو بریز از او سنگ جور کو. جور که تو انسان هستی در دست تو هست هیچ چیز کده نمیتنی این مگر با قدرت خداوند پس سنگ جور میشه. تشکر سنگ بارین دباره چیزایی که در دستان از در این موارد هم گفت بدنین خودتان هم شوقی معلوم میشین کاروبار کس تا شوق جور میشه. همین شوق کدیم که با کاروبارش پیش بردیم ما داخل شدیم در قطع سنگ دزبند دارین دودانه یا دزبند دیگه حقیق هست کلن حقیق هست حقیق بابا غوری میگه با قدرت خداوند سنگ پیدا میشه. یک با قدرت خداوند ای بابا غوری که هسته خدایی میپره در دنیا دشت و بیابان خدایی اپریده است که هر کس میتونه ای را در دست بیاره. ای ما عزیب از ما چشم میکشیم یک سنگ هست بابا غوری و از این ما چشم میکشیم به قدرت خداوند در دشت و بیابانی پیدا میشه. در هر بیابان در هر دشتی که مثلا یک آدم شوق کنه ذوق کنه بگرده پشت سرش خداوند برش میت. از این سنگ باز ما میتونیم بابا غوری جور کنیم به خاطر مثلا سوچه است پاک است به خاطر یک بوی بعد یک نظر سایه سوچگی زیاد داره چون که علی اینترنت هر کس دسترسی داره که مثلا میتونه که اگه حقیق بابا غوری ده او را رقم بابا غوری ده برش پیش میاره ده دنیا که چشم انسان و ایوان است ده سنگ است در دنیا که چیز انسان و ایوان است چشمش ده سنگ پریده شده آمده سبز، سرخ، سیاه، سفید هر رنگی که بخواهی است کمیش نداره نخلاصی داره اگه دو چشمه کار داری اگه یک چشمه کار داری هست این یک رشته یکی بود حقیق شجر میگه برازی پیشتر که دیدیم دیگه یار کدام درختش علیده علیده درخت است یار کدامش به قدرت خداوند درخت بیده کرداری درخت ناجوره کرداری درخت کیله را کرداری درخت گل کرداری گل سبز مثلا نیست ای است ای رقم شجر بازداریم به قدرت خداوند که ای از زمستانیش است یک تاویستانی داریم یک زمستانی داریم این نسل نسل بر خود داره به قدرت خداوند نیز شما سعی کنی شجر است تاویستانی برپی این را تشریح کردیم به خاطر شجر برید خب بسیار تشکر از شما ما فکر میکنم اگر تا شما هم گپ بزنیم گپای شما نام خدا زیاد رو برند خوشی باشه سلام نام شما چی است؟ من نام گل رحمان صاحب گل رحمان آقا صاحب مشهور هستیم در میشهر آقا صاحب چقدر وقت میشه اینجا هستیم؟ تقریبا یک 12-13 سال میشه اینجا هستیم اصلا از کجا آمده این آقا صاحب؟ ما از وطن لغمان هستیم صاحب لغمان شریف؟ بله صاحب از کجای لغمان آمده؟ خود مرکز مهترلام بابا مهترلام بابا بله صاحب 12 سال میشه ایرات هستیم؟ بله ایرات هستیم صاحب قبل از او لغمان بودین؟ نه کابل بودیم صاحب در موجه دکان داشتیم در بغل مسجد پلی خشتی خو نام خدا نام تقریبا یک 30 سال 25 سال در وجه دکان داشتیم در کوچه کنه پروشی در بغل دو شاف کردین که بین هرات دیگه ای بستان است دیگه ای شهر غریب است در ایجا کدام هستیست در روی جهان نیست در ایجا در می هرات که کدام هستیست در روی دنیا نیست ای هر کوه شهر زمین اشتلا و جواهر و یاقوت و زمرود پر است
یک شهر غنی است، شهر اولیا است دیگه. یک کش میکنه، یک دفعه که آدم بیا مجبور است از این میجه شو. تشکر آقا صاحب، سلامت باشین شما. داخل یکی از کافی ها آمدیم، جایی که قابلی، لوبیا و همین ترکاری باب موجود است. کسایی که دکاندار هستند یا کسایی که پیاده‌رو هستند میان اینجا غذا نوشان میکنن با پول کم. مگر با کاکا روبرو شدیم در اینجا، اینا اول خود معرفی میکنن بعد از او یک پارچه شعر دارن. حال معرفی بکنیم. نام محمد کاظم نصار. کاکا کاظم باشنده کجا هستین؟ باشنده ولایت هرات. کجایش؟ گذره، ولسوالی گذره هرات. ولسوالی گذره. بله ها، بله ها، بله. شما یک پارچه شعر سرودین و نوشتین روی کاغذ. بله ها، سرودم. در چه مورد است؟ در مورد از این که انسان هم آخر بگم شعری که افتاد چیه دو دایه من کل نفس این دایه قتل مکت هر نفس کشی لذت مرگ باید بچشه. ما هم چنین خدا به جمله همون رو داریم، حتمی هم را حتمی هم. مرگ چیزیست که هر کدام ما باید با مرگ رفاقت داشته باشیم. رفاقت داشته باشیم، چاره نداریم. پس ما منتظر هستیم بخوانین چی نوشتین. دیگه شعر ما به ارتباط همین موضوعی که یعنی ما در آخر چون عمر ما سنم بالایه همه چیز ما دیگه تقریبا روی شما سفید شده بودن نونا افتیده و شما کم بین و دگه و دگه شیرم به ارتباط همینه که تقریبا ودایی که من ودا میکنم به همراه دوست ها. خداوند شما را زنده داشته باشه. اما مرگ حق است، ما منتظر هستیم بخوانیم. سلامت باشید، تشکر. چشم. ودایه رفتنیم میروم، رفتنیم میروم، وای ندانم نوبتم نزد او باشد مشخص، وای ندانم نوبتم. سالها عمری دراز خوب کیابت کردم، آنچه کردم دارمش وای ندارم ندانم نوبتم، آنچه کردم دارمش وای ندانم نوبتم. گریه و افغان من هرچی باشد وقت کم، گریه و افغان من هرچی باشد وقت کم، باست سلی و رحیم وای ندارم نوبتم. رفتگان را کاری او نیتوانه کس شمار، نیتوانه کس شمار، رفتنیم بیدرنگ وای ندارم نوبتم. گه بیادی مادیم لاجواب و باقیم، گه بیادی مادیم لاجواب و باقیم، بیوفایی سخت گناه وای ندارم نوبتم. ترس من از روزی بعد از همه باشد خبر، سرنویش گر خوشنویس وای ندانم نوبتم. او که ما را خلق نمود، او که ما را خلق نمود، خود او که ما را خلق نمود، در امیدم تا نظر بنده مفلوک حریص وای ندانم نوبتم. وقت رفتن بی خبر تا که امر او شود، وقت رفتن بی خبر تا که امر او شود، هر دم هم مرگ پیش رو وای ندارم نوبتم. تکیه این دنیا کنون، تکیه این دنیا کنون، خسورا باشد بقا، خوش به آن کس، خوش به آن کس امر به جا وای ندارم نوبتم. عقل من باز کرده در، عقل من باز کرده در، عقل من باز کرده در، انتظار کارکنان میکائیل و عزرائیل وای ندانم نوبتم. آنچه دارم اقربا، آنچه دارم اقربا، آن همه هستند جوان، بخششم و بخششی را وای ندانم نوبتم. پیر گشتم هم مریض، پیر گشتم هم مریض، دیدم فرسانشان نیست توانی درد دل
استوان درد دل وای ندانم نوبتم انتظاری را نصار انتظاری را نصار تا دعای خیر به او تا دعا بلکه قبول وای ندانم نوبتم و من الله توفیق تشکرت مکنم.